آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه با دانشجویان دیدار داشت در این دیدار سخنان یک دانشجو سبب شد که محور اصلی سخنان رهبر به پاسخگویی به انتقادات این دانشجو معطوف شود سهر مهرابی از دانشجویان حاضر در مراسم انتقادها و اعتراضهایی را بیان کرد که فضای جلسه را تحت تاثیر قرار داد خانم مهرابی با انتقاد شدید از عملکرد نهادهای حکومتی که زیر نظر رهبر ایران اداره می شود، خواستار حاکمیت کامل قانون و گسترش دموکراسی شد. او گفت عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت رهبر مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در کنار ضعف روحیه پاسخگویی در مسئولان یکی از مشکلات کشور است. او گفت که رد صلاحیت‌های ای، و دخالت های فراقانونی قوه قضایی در امور سایر قوا باعث تضعیف حق حاکمیت ملی شده است. به گفته او نقض آزادی بیان فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن از دست شهروندان خارج شده است. او همچنین گفت این سوال جدی مطرح است که رئیس دولتی که مسئولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد و یا رئیس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جناب عالی که برخی اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی را کف اختیاراتتان می دانند در برابر پرسش ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟ رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ با بیان این موضوع که نسبت به مدیریت فعلی و قبلی صدا و سیما همواره انتقاد داشته است گفت مدیریت قوه قضاییه و صدا و سیما با وی نیست. او البته تایید کرد که مدیریت نیروهای مسلح با اوست وی همچنین با اشاره به اینکه ایران در برخی از آرمانهای انقلاب اسلامی پیشرفت کرده است گفت کسانی که یس و نومیدی به جامعه پمپاژ می کنند ممکن است دشمن نباشند اما کار آنها همان کار دشمن است خامنه ای اظهار داشت که با تشکیل نظام انقلاب نباید کنار برود بلکه بعد از وقوع انقلاب باید امکان تحقق ارزش ها و آرمان های انقلابی فراهم بشود و در نهایت به تمدن اسلامی یا انقلابی ختم بشود وی تاکید کرد که انقلاب تمام نمی شود و به طور دائمی باید تلاش برای رسیدن به آرمان های انقلاب صورت پذیرد خامنه ای همچنین وجود انگیزه انتقاد در دانشجویان را علامت آینده روشن دانست و گفت افراد ناامید باید نگاه خود را تصحیح کنند اظهارات آقای خامنه ای درباره این موضوع که مدیریت قوه قضاییه و صدا و سیما برخلاف نیروهای مسلح با وی نیست اظهار نظر عجیبی است کسانی که از قوه غذایه و صدا و سیما به این علت که زیر نظر نهاد رهبری اداره می شوند انتقاد می کنند می دانند این نهادها دارای مدیرانی غیر از رهبر هستند که درباره خط مشی صدا و سیما و قوه قضاییه در خود این نهادها تصمیم گیری می شود اما نکته ای که علی خامنه ای آگاهانه در این بحث نادیده گرفته این است که وقتی او افرادی را در رأس این نهادها و به سلیقه خود قرار می دهد قاعدتا خط مشی او هم در این نهادها پیاده می شود و مد نظر قرار می گیرد ولو اینکه به انتقاداتی جزئی هم به صورت موردی از فرایندهای اجرایی در این مجموعه ها داشته باشد همچنان که او در همین سخنان هم اظهار داشت انتقاداتی از صدا و سیما داشته است و به انتقادات احتمالی خود از قوه قضایی با وجود انتقادات گستردهی که در سطح کارشناسان و نیز مردم نسبت به فعالیتهای این قوه وجود دارد اشاره نکرد. آقای روحانی در یکی از بعده های انتخاباتیش از اینکه صدا و سیما زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار ندارد انتقاد کرده بود و تلویحا این بعده را داده بود که ممکن است تلاش کند تا این نهاد زیر نظر قوه مجریه قرار بگیرد. آیت الله صادق آمالی رئیس قوه قضایی روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه باید به مشکلات سنفی توجه شود نسبت به تبدیل مشکلات سنفی به معضلات امنیتی هشدار داد و تاکید کرد مشکلات اصناف باید شنیده شود وی اظهار داشت اگر امنیت کشور به خطر بیفتد نظام با آنها مقابله خواهد کرد او همچنین با انتقاد از سخنان وزیر امور خارجه آمریکا که مجموعه از بایدها و نبایدها را علیه ملت ایران ردیف کرده است با تشبیه مقام دولت آمریکا به گاف به هفتیرکش کش گفت توهین مقام های آمریکایی به ملت بزرگ ایران قابل پذیرش نیست. او با بیان این موضوع که ملت ایران چهل سال است زیر بار تحریم زندگی می کند از اینکه دولت آمریکا ملت ایران با سابقه چند هزار ساله را بربر میخواند ابراز تعصف کرد و اظهار داشت ملت ایران این توهین ها را فراموش نمی کند. آمالی لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه دشمنان در صدد هستند تا وضع اقتصادی کشور را بر هم بزنند گفت دولت آمریکا از منافقان رشوه های کلان گرفته است تا ملت ایران را به زانو درآورد رئیس قوه قضاییه رژیم با بیان این موضوع که اگر مقام های آمریکایی درباره حمایت از مردم ایران دروغ نمیگویند چرا با اعمال تحریم ها فقط بر ملت ایران فشار وارد می کنند وحدت یک بارچه مردم را تنها راه مقابله با این فشارها دانست و تاکید کرد دولت باید با تدبیر این مشکلات را برطرف کند اظهارات لاریجانی در خصوص برهم زدن وضعیت اقتصادی کشور توسط دشمنان اولین بار نیست که از زبان مسئولان کشور بیان می شود. مقام ها و دولت مردان جمهوری اسلامی همواره مشکلات اقتصادی در کشور را به دشمنان نسبت داده و کمترین مسئولیت را در خصوص مشکلات اقتصادی به سیاست های داخلی خود نسبت می دهند. جالب اینکه اتهام به دشمنان بیرونی برای ایجاد مشکلات اقتصادی در حالی عنوان می شود که مقام های جمهوری اسلامی همواره ادعا کردند تحریم ها بر اقتصاد کشور تأثیری ندارد و اقتصاد ایران تحت تأثیر فشارهای بیرونی قرار نمی گیرد. بنا به گفته کارشناسان تیم‌های اقتصادی دولت آنچنان که لازم است با انجام اقدامات لازم و ضربتی تلاشی برای خروج کشور از بحران‌های اقتصادی نمی‌کنند و با وجودی که اقتصاد در شرایط بحرانی به سر می‌برد از همان راهبردهای معمول در وضعیت عادی برای حل معضلات اقتصادی کمک می‌گیرند که تأثیری بر خروج اقتصاد از بحران ندارد عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز دوشنبه در گفتگو با رادیو تهران با انتقاد از این موضوع که کسانی هستند که مایلند برجام به نتیجه نرسد از اینکه برجام به عنوان یک موضوع ملی به موضوع فرا ملی و موضوع بحث های داخلی و جناهی تبدیل شده انتقاد کرد و گفت کسانی هستند که میخواهند مردم ایران را از منافع برجام محروم کنند او با بیان این موضوع که قبل از خروج آمریکا از برجام میگفتند خبری نشده و اتفاقی نیفتاده اکنون نیز فضا را طوری می کنند که هر کسی در این بازار فعالیت می کند از بازار خارج شود عراقچی خاطر نشان کرد با موضوع برجام باید با نگاه ملی برخورد شود و تاکید کرد اگر در ادامه مذاکرات سخت با اروپا در نهایت ایران به نقطه‌ای برسد که ناگزیر از خروج از برجام باشد باید با همدلی برخورد شود وی با تاکید بر اینکه خروج از برجام هزینه های سنگینی دارد گفت همه باید در یک وفاق ملی بپذیرند که این هزینه ها را بپردازند او همچنین اظهار داشت اگر ماندن در برجام هم مستلزم پرداخت هزینه های سنگینی باشد باز باید با وفاق ملی از منافع ملی مردم ایران در سطح کلان حمایت کرد معاون سیاسی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر اینکه همه طرف های برجام این اراده را دارند که با وجود خروج آمریکا از برجام این توافق نامه ادامه پیدا کند اظهار داشت در عین حال هنوز مشخص نیست آیا این اراده در عمل هم امکان تحقق دارد یا خیر عراقچی همچنین با طرح این موضوع که مهمترین خواسته ایران رفع تحریم ها و عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با دنیاست بر ضرورت تأمین خواسته ها و منافع ایران تاکید کرد عراقچی با جدی توصیف کردن طبعات خروج آمریکا از برجام اظهار داشت باید در مذاکرات عادی به این موضوع توجه داشت که آیا اروپا امکان جبران مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای و نفتی را دارد یا خیر. معاون وزیر امور خارجه همچنین خاطرنشان کرد بازارهای اقتصادی شرکت‌های اروپایی در آمریکا بسیار گسترده است و آنها قادر نیستند این بازارها را از دست بدهند. خروج ایران از برجام و بازگشت پرونده ایران به سازمان ملل خطر جنگ را برای ایران به همراه دارد ایران برای اجتناب از جنگ چاره ای ندارد الا اینکه به هر طریق ممکن برجام را حفظ کند تحلیلگران با توجه به شروط سنگین علی خامنه ای برای اروپایی ها به عنوان شرایط ادامه برجام برای ایران امکان خروج ایران از برجام را بسیار محتمل می دانند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از نشست وزرای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری برجام را برای حفظ امنیت منطقه ضروری دانست. مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا گفت که ایران تا امروز به تمام تعهداتش عمل کرده است و به این ترتیب اروپا ناگزیر است به تعهدات خود مبنی بر حفظ برجام متحد بماند. وی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تعهد ایران به مفاد برجام را تایید کرده است تاکید کرد که تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور مشترک و با عزمی راسخ میخواهند که برجام حفظ شود خانم موگرینی اعلام کرد اروپا در این باره با سایر کشورهای عضو برجام نیز همکاری خواهد کرد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت برای اتحادیه اروپا آنچه که در توافق هسته ای اهمیت دارد برخلاف گفته ها منافع اقتصادی نیست مهمترین اولویت اروپا برای حفظ برجام حفظ امنیت در منطقه خابر میانه و به طبع آن در اروپا است به افسود امنیت اروپا با شکستن برجام به خطر می افتد. اروپا حاضر نیست چنین خطری را بپذیرد و به همین دلیل تمام تلاشش را خواهد کرد تا توافق هسته ای پا برجا بماند. موگرینی انتخابات ونزوئلا را غیر مشروع خواند و خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. نماینده اتحادیه اروپا در بخش دیگری از سخنانش به بحران در سرزمین های فلسطینی اشاره کرد و گفت که اروپا همچنان بر مواضع قبلی خود بر سر بیت المقدس تاکید دارد و همواره اعلام کرده است یکی از راه حلهای رسیدن به صلح در این منطقه به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت دو کشور فلسطین و اسرائیل است. محتشمی پور سیاستمدار و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در گفتگوی مدعی شده است آیت الله خمینی همواره نسبت به اشخاص منحرفی که با نفوذ در بیت مراجع و روحانیون سرشناس و با چهره های صد درصد اسلامی و انقلابی ممکن است نظام را به انحراف بکشانند هشدار داده است وی با اشاره به اینکه اشخاص مورد نظر آیت الله خمینی کسانی بودند که هیچگاه در انقلاب دستی بر آتش نداشتهاند و مخالف نهضت اسلامی بودند از جریان انجمن حجرتیه به عنوان یکی از شاخصترین جریانهای نفوذی و نامحرم انقلاب نام برده و تاکید کرده است آیت الله خمینی همواره خطر انجمن حجرتیه را برای انقلاب بسیار جدی تلقی می کرده است محتشمی همچنین با اشاره به این موضوع که این افراد با تغییر چهره توانستند وارد ارکان نظام شوند و پست های حساسی بگیرند خاطر نشان کرد که مهمترین نقشه آنها این بود که میخواستند نزدیکان انقلاب را با اتهام از عرصه های سیاسی و اجتماعی کنار بگذارند. او اظهار داشت آیت الله خمینی نگرانی زیادی از نفوذ افراد نامحرم به درون شورای نگهبان داشته و بارها نسبت به عوامل نفوذی در اطراف فقهای شورای نگهبان تذکرات جدی و هشدار داده است. وی همچنین با بیان این موضوع که آقای خمینی به اعضای شورای نگهبان هشدار داده بود که ممکن است حجتی ها همه چیز را نابود کنند و با اشاره به اینکه آقای خمینی همواره نسبت به نفوذ جریان سیاسی به درون نیروهای مسلح هشدار داده تاکید کرده است که نفوذ جریان سیاسی به درون نیروهای مسلح میتواند موجب فساد و فروپاشی از درون این نیروها را فراهم کند با وجود تاکیدهای آیت الله خمینی بر عدم مداخله نیروهای مسلح در سیاست، نیروهای مسلح همواره نقشی تعیین کننده و تاثیرگذار در جریانات حزبی و سیاسی داشتند و اگرچه ممکن است که مستقیما عضو گروه یا حزب سیاسی نباشند، اما در انتخابات مختلف در کشور با حمایت های کلیدی از برخی از کاندیداهای خاص به یکی از بازیگردان های اصلی انتخابات و سیاست در کشور تبدیل شدند. در این حال در سالهای اخیر زمزمه هایی درباره حضور افراد نظامی در رأس قوه مجریه به طور جدی مطرح شده است و در ماهای اخیر برخی از مقام های سیاسی و نظامی به طور جدی ضرورت حضور یک فرد نظامی در رأس قوه مجریه را مطرح کرده و آن را به عنوان امر ضروری برای سامان بخشیدن به مشکلات جامعه عنوان کردند. نهادهای نظامی زیر نظر رهبر من جمله سپاه به علت تسلط گسترده بر منابع اقتصادی کشور و حضور در تقریباً تمامی بخش مهم اقتصادی در کشور نقش و تاثیر زیادی در تغییر موازنه های سیاسی جامعه دارند که نگرانی های زیادی را در سطح جامعه ایجاد می کند. این نگرانی در حدی است که تاکنون بارها خطر کودت های سپاه علیه دستگاه اجرایی کشور به طور جدی مطرح شده است. افراد تندرو در مجلس با عدم حضور امدی در هنگام رأیگیری با هدف از اکثریت انداختن مجلس در تلاش هستند که مانع از بررسی لوایح مبارزه با پولشویی مقابله با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بشوند این اقدام که به آبستراکسیون مشهور است با هدف از اکثریت انداختن مجلس هنگام رأیگیری انجام می شود گرچه کلیات لایحه مبارزه با پولشویی با وجود مخالفت کمیسیون حقوقی و قضایی در صحن مجلس تصویب شده اما بررسی جزئیات به بعد از بررسی مجدد کمیسیون حقوقی موکول شده که اعضای کمیسیون در صدد هستند با آبستراکسیون با آن مخالفت کنند مشتبا زنوری مخالف همیشگی دولت پیش از بیان این موضوع که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از قطعات پازل فشار به ایران است تاکید کرده است نیروی قدس و حزب الله گروه تروریستی تلقی می شود و با تصویب این لایحه فشار بر ایران افزایش خواهد یافت گفته می شود علت آبستراکسیون نمایندگان تهدیدهایی است که از طریق ارسال پیامک های تهدیدآمیز و با هدف جلوگیری از تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم برای نمایندگان مجلس ارسال شده است. در عین حال آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعتقاد دارد برعکس نظر افراد توند رو در مجلس تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکاست چون با الحاق ایران بخش مهمی از مشکلات بانکی ایران حل می شود و این کشور امکان حضور در بازار بین المللی بانکی را پیدا می کند. برخی از نمایندگان نیز تاکید دارند که شمول حزب الله یا عدم شمول آن باید توسط شورای عالی امنیت ملی مورد تفسیر قرار گیرد. احتمال ممنوعیت کمک به حزب الله لبنان به عنوان دلیل اصلی عدم الحاق ایران به کنوانسیون مطرح شده است. نمایندگان موافق طرح اظهار داشتند در صورتی که با الحاق ایران به این کنوانسیون کمک های مالی به حزب الله ناممکن شود، ایران می تواند از کنوانسیون خارج شود. عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون امکان تعامل بانکی این کشور با بانک های بین المللی را ناممکن کرده و ایران برای ادامه بر برجام چاره جز پیوستن به کنوانسیون ندارد. در حال حاضر 188 کشور جهان به کنوانسیون پیوستند و تنها ایران و چهار کشور دیگر از پیوستن به کنوانسیون خودداری کردند. اولویت قرار دادن منافع حزب الله بر منافع ملی از جمله مهمترین انتقادهایی است که همواره نسبت به اقدامات برون مرزی ایران ابراز می شود. عدم الحاق ایران به کنوانسیون موجب تداوم ناممکن بودن تعاملات بانکی ایران با دنیا می شود. با این وجود دولت و حاکمیت در ایران ترجیح می دهند این پیامدهای گسترده را که مورد تایید مردم ایران هم نیست به مردم تحمیل کنند ولی از حمایت حزب الله لبنان دست بر ندارند. مقام های ژاپنی خبر دادند که طی تماسی تلفنی نخست وزیر این کشور و رئیس جمهوری آمریکا دو طرف توافق کردند پیش از دیدار آتی و محتمل دانلد ترامپ با رهبر کره شمالی آنها با همدیگر دیداری داشته باشند مقام های ژاپنی از گفتگوی تلفنی نخست وزیر این کشور با رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی و دیدار محتمل آتی وی با رهبر کره شمالی خبر دادند در حالی که خبرها حاکی از تهیه مقدمات دیدار و نشست دوازدهم جوان سران آمریکا و کره شمالی در سنگاپور است مقامهای ژاپنی از تماس تلفنی نخست وزیرشان با دانلد ترامپ خبر دادند طبق اعلام مقام های توکیو در تماس تلفنی شینز و آبه با دانلد ترامپ دو طرف توافق کردند که پیش از دیدار آتی و محتمل رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی در سنگاپور با هم دیدار داشته باشند هنوز کاخ سفید بیانیه و خبری درباره تماس تلفنی ترامپ با نخست وزیر ژاپن منتشر نکرده و مشخص نیست که مکان دیدار آتی سران این دو کشور کجاست در یکی دیگر از برنامه های تیتر دروش به صورت مختصر و کوتاه نگاهی میاندازیم به تنها نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مرال آکشنر زنی که به بانوی آهنین در این کشور مشهور است و همین چند ماه پیش وقتی حزب جدیدش را تأسیس میکرد بسیاری او را مهمترین رقیب اردوغان میدانستند اما اکنون نظر سنجی ها در ترکیه نشان میدهد که او در جایگاه سوم بعد از اردوغان و محرم اینجا ایستاده است با این همه او هنوز امیدوار است تا همانگونه که پیشتر گفته رئیس جمهور ترکیه شود مرال آکشنر 61 ساله و استاد تاریخ در دانشگاه های استانبول است با حضور در انتخابات پارلمانی سال 1995 از حزب راست وارد سیاست شد و در حکومت ائتلافی نجم الدین در سال 1996 به سمت وزیر کشور رسید با کودتای سال 1997 علیه اربکان او نیز مجبور به استعفا می شود از سال 2007 تا سال 2015 به عنوان عضو حزب حرکت ملی نماینده استانبول در پارلمان ترکیه بوده است گفته شده که آکشنر نه گلنیست است و نه اسلامگرا اما خود را به عنوان مسلمان مؤمن معرفی می کند از اوایل سال 2016 با هسته مرکزی حزب سابق خود حزب حرکت ملی به ویژه دولت باغچلی به خاطر اعتلاف با اردوغان در تغییر قانون اساسی ترکیه دچار اختلاف شد و یکی از عناصر محوری در کمپین نه در رفراندوم قانون اساسی 16 آوریل سال گذشته بود او به همین خاطر طرفداران زیادی را از های مختلف در برابر روغان بسیج کرد اکشنر معتقد است که راه و شیوه حکومتداری اردوغان انحراف از بنیانهای سیاسی و حکومتی مصطفی کمال آتاتورک است حزب حرکت ملی حزب پیشین وی که کمترین عضو را در پارلمان ترکیه داراست و دو 12 درصد از کرسی های قوه مقننه این کشور را در اختیار دارد با خروج او دچار چالش اساسی شد پاکشنر در تابستان سال گذشته به علت انتقاد از کادر رهبری حزب حرکت ملی از این حزب اخراج شد پاکشنر چند ماه پیش با بیان این جمله که همه دارند از عرقان حرف میزنند ولی چطور می شود اگر من رئیس جمهور بشوم تمایل خود را برای رقابت با رئیس جمهور کنونی ترکیه اعلام کرد این بانوی سیاستمدار 61 ساله ترکیه طی دو اخیر در عرصه سیاسی این کشور حضور داشته. آکشنر با شعار ترکیه خوب خواهد شد و لوگوی خورشید درخشان از لزوم تغییرات اساسی در سیاست و حکومت ترکیه سخن میگوید. او در مراسم تأسیس حزب خود در آنکارا به سیل عظیمی از طرفداران مشتاق خود گفت که ترکیه و مردم آن از وضع اسفناک موجود خسته شدند. دولت فرسوده شده و نظم عمومی از هم پاشیده شده است. چاره جز تغییر در فضای سیاسی کشور نیست. با این همه به اعتقاد برخی از کارشناسان مرال آکشنر و حزب نوپای او می تواند با بسیج جناهای مختلف در قامت یک نیروی اپوزیسیون قدرتمند در برابر یک تازی رئیس جمهور ارغان و حزب عدالت و توسعه ظاهر شود اما در مقابل برخی نیز معتقدند که چالش های غیر قابل اقمازی وجود دارد و مرال آکشنر از چنین ظرفیتی در برابر اقتدار ساختاری رئیس جمهور ارغان برخوردار نیست Şimdi beyler bel bel diye geziyor aranızda. Ağlıyorlar, zırlıyorlar ve sizi ikna etmeye çalışıyorlar. Dün öyle miydi? Dün al ananını git.